خبر اول که یک شنبه هست ساعت 3 انگلیس 200 پیش زیمبابوه signs agreement enabling collection of taxes from crypto and e-commerce entities. زیمبابوه میخواد تکس بگیره از e-commerce entities و از خود صرافی ها. Obviously زیمبابوه خودش صرافی کریپتویی داره که میتونه از اونجا بگیره، اما از پلیسز هایی که مثل ای کامرس ها میگن همون شاپیفای هست که فکر نکنم دیگه جای دیگه به شاپیفای باشه که میتونه تکس اونا رو هم بگیره، اما that's about it. دیگه زیاد نمیتونی اصلا تکس پیدا کنی از کریپتو. اینم یه خبر علکی بود از زیمبابوه که یه ساین اگریمنت کردن. خبر دوم بذار بولیش هست، 500 پیش و نوشته اینجا Russia may allow crypto mining and gold-backed stablecoins, lawmakers say. برای دوستان که موقعی که دیکسون گولد استاندارد آورد بیرون، راشا داره قبول میکنه از قانونی که اگر استیبل کویناتون، مثال میزنم فکرم USDT پشتبانیش طلا بود، قبولش میکنه به اضافه کریپتو ماینینگ، سو ایتریوم ماینینگ، بیتکوین ماینینگ، هیلیوم ماینینگ، هر ماینینگی که داشته باشه، استیکینگ، پروف آف ورک، پروف آف استیک، پروف آف ماین، قانون راشا قبول میکنه دیگه حالا فکرشو داره میکنه، می الاو، تنوز الاو نکرده اما میخواد انجام بده. وایسان که اینسایدرهای خودشون برن بخرن و از اون اعلام میکنن که پامپ میشه. حالا به خبر بعدی که 900 پیشه و The Union Bank of Philippines to offer crypto trading and custodial services. So Union Bank برای آدمایی که فیلیپینز هستن که میدونن که فیلیپینز بزرگترین کمیونیتی NFT و Play to Earn هستن، که بانکشون دارن قبول میکنن که مردم اجازه دارن که هم کریپتو ترید بکنن، هم بانک قبول میکنه اگر مثال بزنیم که شما بلد نیستین لجر استفاده کنید و میتونی بیت کوین تو بدی به بانکه، بانکه برات نگه میداره، آره، و از اون دیگه هیچ وقت بهت نمیده. Yes. خبر آخر که New payment system seeking to bolster intra-African trade goes live. So یه obviously trading نیست، این یه gateway fiat هست که آدم هایی که با African fiat currency استفاده میکنن، currency هایی که آفریقا باشه، دیگه اجازه دارن که دیپوزیت کنن توی صرافی که برن کریپتو بخرن. حالا اون صرافی هم فکر کنم بیشتر از 8 تا کریپتو نداره، اما اوبیسی همش لازم داری که یه ایدا بخری یا ایتریوم بخری یا بی ان بی بخری، دیگه میتونی بری تو دکسا همه چیز دیگه بخری. حالا میریم برای 24 ساعته امروز که آنچین دیتا میبینیم که به الانش میبینیم که 50 میلیون دلار بیت کوین همین الان فروخته شده، 500,000 دلار ایتریوم خرید شده، 500,000 ببخشید من دارم اشتباه میگم، 500 میلیون دلار ایتریوم خرید شده، هاف بیلیون زیلیکا 500,000 دلار خرید شده و پول جدیدی که امروز من تو مارکت از صرافی کوین بیس 140 میلیون دلار پول جدید مده و از بایننس هم 50 میلیون دلار مده و از USDT 13 میلیون خالی شده، پس تقریبا میبینیم که نزدیکای 200 میلیون دلار پول جدید ورود کرد به امروز. حالا به ارزهای دیگه که میبینیم که 2 میلیون دلار لینک خرید شده، یونی سواپ 500,000 دلار، FTT 500,000 دلار، مانا 2 میلیون دلار، بات 2 میلیون دلار، CRV 1 میلیون دلار، سوشی 1.5 میلیون دلار، وای فای 2.5 میلیون دلار، که میبینیم که مردم دارن آلت کوین ها رو میخرن، بیت کوینشون رو دارن میفروشن، ایتریوم دارن میخرن. و تقریبا امروز هم حتی تو همین کریپتو نیوز پست کردم که نشون داده که آن چین نشون میده که این فلو اف بیت کوین رفته بالا، سو مردم دارن بیت کوین‌هاشون رو میفروشن میرن ایتریوم میخرن، که میبینیم که 411 میلیون دلار به الان خریده شده از ایتریوم و اف کورس آلت کوین‌های دیگه هم دارن میخرن.
اما بیت کوین هاشون رو دارن کامپلیتلی دارن میفروشن که بره. حالا به آن چین ببخشید به 24 ساعت امروز که داریم میبینیم که به کوینایی که الان پامپ شدن زیاد اصلا نمیتونیم بگیم پامپ شده، چون به 7 روزه نگاه میکنی میبینیم که تقریبا 50% تا 60% ضررن، اما به الانش میبینیم که فانتوم 12% پامپ شده، شیبا 11%، شیبا فاک، لوپرینگ 10، گیت توکن 10، کادنا 9، هارمونی 9، ایوکس 8، بیت کوین 8، دیگه هر ارز دیگه 1-2-3-4-5% دیگه. اما به 7 روزه نگاه میکنی نزدیک های 60% تو این ماه ریختن، به این 7 روزش میبینی میبینی 40% ریختن، تقریبا کسی سود نگرفت. اما اگه باید دیپ دیشب کردی دیگه یه جای خوبی گرفتی. همه به ضررهای مارکت که هنوز تو ضرر هستن، سلسیوس 3%، ریدی اکس 3%، میکر 3، کوساما 3، ستک 3، بیتکوین کش 3، تران 1، مینا 0.1، دیگه هرچی دیگه 0.1 دلار هم که اگه دلار داشته بودی هم ضرر بودی. So there you go. اما میخوام برم برای تایتل امروز که خیلی مهمه که همتون بدونین، چون زیاد خبرو بهتون نمیگن این خبرو تا این بشه. اوکی. و این خبر مایکرو استراتژیه که چجوری لیوریج لونز داره میگیره که بیت کوین بیشتری بخره under its balance sheet. و میبینیم که دیشب مایکرو استراتژی استاکش تقریبا دیشب نه فرایدی بود نزدیکای 30% ریخته از استاک مارکت مایکرو استراتژی، چون SEC ریجکت کرده این بیت کوین اکاونتینگش رو، قبولش نکرده چون it's a volatile asset. دلیلش هم بود چون volatile asset هست بیت کوین و نمیتونه قبول کنه. اما یه خبر دیگه هم هست که این از خیلی مدت پیشه و یک ماه پیش بود و من میخوام این حرف خود مایکرو استراتژی آقای مایکل سیلر بهتون بگم که گفته بود که یک ماه، حالا یه ذره بالاتر از یک ماه و یک هفته بود اینو گفت تلویزیون و گفته بزرگترین ریسک بیت کوین چیه. بذار من پیداش کنم یه بار دیگه، میخوام دقیقاً از خود حرفای خودش بگم. ایناش. So selling in a highly leveraged asset like Bitcoin can cascade when it falls below a certain threshold and in-debt holders are forced to liquidate. And there's some debate wherever Bitcoin is indeed an inflation hedge. So این بزرگترین ریسک بیتکوین چیه؟ که آدمایی که دارن پول قرض میکنن با بیتکوینشون که بیتکوین بیشتری بگیرن is the biggest risk برای بیتکوین. و این میشه که force to liquidate. یادتون باشه که خود مایکل سیلر اینو حرف گفته یک ماه پیش در تلویزیون. و مایکرو استراتژی داره چجوری این بیت کویناشو داره میخره. well, با پول خودش که نمیکنه، با پول مردم داره میکنه. اگر بریم بخونین میبینین که مایکرو استراتژی داره لون میگیره از مردم، لونای 5 ساله. حالا فکر کنم 4% اینترست میگیره، چند تاشون هم 0% بودن، که چیکار میکرد؟ با پولای مردم میرفت بیت کوینای بیشتر میخرید. اما فرق نمیکنه با اون پول چی میخریدی، بدون که حتی منم برم الان یه لون بگیرم با بیت، برم لون بگیرم، منم خودم یه لیکویدیشن دارم و یه مارجن کال دارم. اوکی؟ چون یه لیوریج پوزیشن اسپات دارم. و مایکل سیلر همینه. حتی هم دیشب تو همین کریپتو نیوز ما پست کردیم که یکی دیگه هم داره دنبال این لیکویدیشنش بود، که یکیشون گفته 30,200، من دارم میگم 30,000. مایکرو استراتژی همش تقریبا 5,000 دلار مونده که لیکویدیت بشه. و برای چی این اتفاق میشه اگر خریده و بیت کوین داره؟ ول نداره، چون پول خودش هیچ وقت نبود و این پولو قرض گرفته. و اینجا هم خودش هم گفته که گفته اگر اون indebted holders are forced to liquidate it، بعد بفروشن.
اوکی، مجبور میشم که اون آدمایی که که بعد بهشون پول بهشون بدی، که تقریبا 4 سال دیگه بعد بده، اولش لیکویدیشن داری که پول اونا نباید هیچ وقت برن تو ضرر. اوکی، چون پول مردم نباید بره تو ضرر. صحبت فایل بانکراپسی باید بکنه و این کار، و اگر این اتفاق بشه مجبور میشه که 120 هزار تا بیت کوین تو مارکت بفروشه که تقریبا قیمتش هم میذاره برای 9000 تا. اوکی، اما هنوز این اتفاق نشده و اوبیسی منم دارم میبینم که ویلام دارن خودشون اینو میفهمن که چه مشکلی براشون میاد. برای چی؟ و اینجور دومزدی سناریو اگر بشه، و بیت کوین میشه 9000 دلار یک شبه، اینجوری میشه اگر لیکویدیت بشه مایکل سیلر. اوبیسی همیشه مایکل سیلر میگه من هیچ وقت تو مارکت نمیفروشم. گفته مایک، ببین اگر دقت کنی به حرفای مایکرو استراتژی، میگه مایکرو استراتژی will never sell its بیتکوین. اما اگر از طرف قانونی که این پولا رو که قرض گرفتی مجبور میشی که سل بد بکنی، اوکی، سو خودشون که دوست ندارن بفروشن، درسته، اما به اندازه قانونیشون باید بفروشن اگر این اتفاق بشه. و میدونم که همه جور ویل این اینجا رو دارن نگاه میکنن، اوکی، و اوبیسی قیمت داره میره نزدیکاش. حتی هم خود مایکل استراتژی هم، مایکل سیلر، خیلی آدم های شرکت ها دارن این رقم رو دارن نگاه میکنن. و یه چند تا چیز باید صحبت بکنم. و اگر این اتفاق بشه و بگیم این آدم هایی که دارن میفروشن 2000-3000 بیت کوین تو مارکت، یا میدونن که این مایکل استراتژی لیکویدیت میشه؟ بله، میدونن که لیکویدیت میشه. اما از اون طرفشم این ویلای که هستن میدونن که اگر این اتفاق بشه بعد از مایکرو استراتژی چی دیگه میخواد بفروشه؟ ول همه شرکت های دیگه میفروشن و دیگه هیچ تراستی پشت این دیگه نیست به بیت کوین، چون دیگه کامپلیتلی همه شرکت ها میفروشن، چون هیچ شرکتی دوست نداره تو ضرر باشه. اوکی، اما این ویلام امیدوارم که باهوش باشن و اینو میفهمن که اگر این اتفاق بشه حتی درآمدهای خودشون هم صفر میشه. So in a sense این ویلای که تو بیت کوین هستن یا دارن خودشون میخوان به مرگ خودشون هم بندازن، چون اگر این اتفاق بشه well, we need to go all the way down به قیمتای اینجا، که اگر خودشون حاضرن perfect، اما بعد بدونن که بعد از مایکروسافتی که بفروشه تسلا میفروشه دیگه بعد تسلا همه این ماینینگ کمپانی ها خاموش میکنن، چون دیگه نمیصرفه بیت کوین. اوکی، سو این جور دومزدی سناریو اتفاقی همیشه امکان تاش هست. اما obviously تو این چند روزه حالا ما اولش زیر CME هستیم، CME ما بالاتر هست اگه اشتباه نکنم 36725 هست، و ما یه CME داریم برای فردا که بعد پر بشه. حالا به کوتاه مدت ما باید بدونیم که بعد بیت کوین بعد پامپ بشه که این CME شو حداقل ببنده. اما در نظرم بگیریم که هر وقت رسید به این قیمت اینجا، مایکرو استراتژی اگر لیکویدیت بشه it will be a cascading fall. اوکی، خودشم یه ماه پیشم این هم گفته که بزرگترین نگرانیش همینه. اوکی، که این آدمایی که بعد پولاشون بدی باید بدی. اوکی، و این جور مشکل برای کریپتوکارنسی الان زیاد هست. اما خودم شخصا دارم نگاش میکنم، فکر کنم خیلی دوستان دیگه دارن نگاه میکنن، این خبرنگاران دارن کم کم دارن صحبتاشو میکنن، از فردا اعلام میشه که اگه این اتفاق بشه. اما باید بدونین که این آدمایی که دارن بیت کوینشون رو میفروشن نه یکی دو بیت کوین، دارم میگم 1000 تا 2000 تا، خودشون هم این دلیلو میدونن. و شخصا من فکر نکنم این کارو میخوام بکنم که از قصب بکشنش زیر 30000 تا و یه روزانه زیرش ببندن، چون داره یه تفنگ میگیری به پای خودت میخوای بزنی، تقریبا داره این کارو میکنن. پس بعد موضوع باشیم که این اتفاق نشه و پنیک سیل هم نهت انجام بدین. امیدوارم که حالا بعد از فردا که به سی امی بعد پر بشیم، بیت کوین دیگه سی امیشو پر کنه، دیگه بالاهای 36-37 بمونه، چون هر وقت میریم نزدیکتر به این قیمت اینجا با چند تا آدم ها از قبل میخوان بفروشن اینجا هاش، میگن بابا اگه این اتفاق بشه دیگه همه چیز پودره. اوکی، خبرنگارام صفر، شرکت ها صفر،
و دوستان یادتون نره که حتی 2020 که موقع کووید مد به اون قیمتی که بیت کوین شده بود، اگر نمیدونم کی اینجا خبر رو اصلا نگاه میکنه که بیت کوین رسید به 3000 و بگیم 3800 به کووید 2020، اگه یادتون بوده کوین بیس خودش اعلام کرده بود که اگر بیت کوین 500 دلار دیگه میریخته خود شرکت کوین بیس هم برشکست میشد، که اونا مجبور بودن که 100 هزار تا بیت کوین بفروشن تو مارکت که بدون ضرر بیان بیرون. اوکی سو بعد اینا رو همه تون در نظر بگیرین که خیلی شرکت ها برشکست میشن و فکر نکنم حالا این ویلای بیت کوین میخوان پای خودشونو بزنن، چون دیگه اگه خودشون دیگه you have to tell yourself this that logically هم باید فکر کنی که where else would you store پولاتو، کجا اصلا ستور میخوای بکنی؟ inflation که همجور داره میره بالا، تورم داره همجور میره بالا، قیمت های همچیز داره همجور میره بالا، استوک مارکت هم که دیدی دیشب 40% بخشه همین فرایدی 40% چند تاشون رو 20% 70% بلادی گین داره 85% ریخته. خیلی این ارزا ریختن حتی تو استاک مارکت و استاک مارکت به هر دلیلی میتونن increase their shares بکنن چون میخوان پول بیشتری. اوکی سو هیچ چا نمیتونیم پولاتو بذاریم، پس obviously has to be in crypto و فکر نکنم به این دومزدی سیناریو بیفته. حالا اگر هم بشه دیگه تمام 10 سال دیگه 20 سال دیگه نگاه میکنین کریپتو که دیگه کم کم به وقت خودش روش میشه دوباره و مردم یادشون میره که اینجور اتفاق الانش افتاده. امیدوارم که اینجوری نشه. حالا این برای بیت کوین بود که میبینیم که این اتفاق داره کم کم میشه، اما we'll see what happens. okay حالا میریم برای ارز ایتریوم که 500 نزدیک 500 میلیون دلار خرید شده امروز. حالا هیچ پامپی هم نکرد با این خبری دیگه، that's about it، هیچی نشدش به قیمتشون دنبال بیت کوینه و obviously بیت کوین هر چقدر دیگه بیاد پایین تر قیمتای ایتریوم هم میاد پایین تر. حالا ما یک خریدم گذاشتیم برای 1800 تا برای خرید آخر، دیگه از اینم بیاد پایین تر دیگه میرسه برای 800 تا 900 تا. اینم دیگه ربط داره با بیت کوین که تو این چند روزه میخواد چه اتفاقی براش بیفته. حالا میبینم که هنوز مردم دارن میفروشن و دارن پولاشون یه جای دیگه میذارن. سو کم کم میرسیم ببینیم چی میشه، یه ذره زمان میخواد که این اتفاق رو ببینیم که براش چه اتفاقی براش میفته. اوکی حالا میرسیم برای بی ان بی و جالبه اگر دوستان سیگزی رو دیدن امروز تو توییترش، نمیدونم کی دید امروز تو توییتر که امروز توییت کرد ویتالیک بوترین گفته مرسی که دوبار تایید کردی بی ان بی رو که ما بهتر از شما هستیم. اما چرا من باید بهتر از شما باشم؟ بیا با هم کار کنیم. این توییت رو تقریبا 20 پیش زد که میخواد با ایتریوم کار کنه که شبکه ایتریوم و بی ام بی با هم برن بالا. خیلی کار خیلی خوبی کرده، چون این موقع هایی که مارکت داره اینجوری میریزه و باید با هم کار کنین. اوکی بعد با هم پارتنرشیپ بسازین و سیزی کار بزرگی کرده که اینجور اناونسمنتی کرده برای آقای ویتالیک که داره بهش جا میده که آقا ما میتونیم کمکت کنیم شبکه ایتریوم تو بکشیم بالا و اف کورس شبکه بی ام بی هم باهاش میاد بالا با اینجور پارتنرشیپ. حالا میبینیم که با اینجور حرفی حالا رفته بالا قیمت ایترم بعضی قیمت بی ام بی، اما زودی برگشته. اما باید باز رو موضوع باشیم چون به کوتاه مدت هم بی ام بی هنوز دنبال همین بیت کوین هستش و حتی هم که اینجا نوشته که oversold territory هستش، فلش خرید هنوز ندیدم و پولی وارد نشده. میبینی این مانی فلو ایندیکیتر هم که بهتون یاد دادم در اینستاگرام که ویدیوش هست و میبینی استیبله، چون هیچ پولی ورود نشده اصلا نهاش، هیچ پولی ورود نشده، اصلا پول خارج کردن یک ذره. اوکی سو هیچ پولی وارد نشده،
ذره پولم خارج کردن، اما اف کورس میدونم که این شبکه میمونه در آینده. حالا به عرض آخر که ایدا و دوستان تارگت های منم زد که یادتون برده، من تو همون $3 فروختم و بهتونم از اولش هم گفتم من تو $1 خریدم میذارم. این استوریاش هنوز تو اینستاگرام هم هست که اون موقعی که فروختیم دیگه $1 منم زد و با این $1 هم زد یه ذره رفت زیرش، اما دیگه برگشت بالا. الان تقریبا خود منم تو سودم، اما هنوز کافی نبود با این خریدارایی که کردیم. اصلا چیزی جالبی نبود که این اتفاق شد. حالا میبینیم که مردم دارن کاردانو میخرن، و اما بعد دوباره بگیم خودم که حتی کاردانو دنبال بیت کوین هست به کوتاه مدت، و حتی که این همه ریخته که تقریبا 77% ریخته، هنوز دنبال بیت کوین هست، و حتی که شبکش که میبینیم که از ماه دیگه هم داره توکنای دیگه دارن وصل میشن بهش، باز دوباره اصلا ایناف نیست که پول جدیدی وارد بشه به کاردانو. سو امکان داره که حتی اگه بیت کوین برسه به نزدیکای 32-33، شاید هم کاردانو برسه برای 50 سنت برای اینجور اتفاق. حالا هیچی نشده و میتونه فردا صبح همه چیز دوباره برگرده بالا با دوتا خبر خوب، اما هیچ پولی آدم وارد نکره. استاک مارکت هم ریخته، کریپتو هم ریخته، پولم که مثلا هیچ معنی نداره، تورم، قیمت بالا، that's the problem. حتی هم داشتم نگاه میکردم به چند تا از این اینفلوئنسرای بیت کوین، خودشون هم گفتن که ما چون سرکارمون رو ول کردیم میلیونر هستن، اما سرکارش رو ول کردن دیگه نمیتونن بایلی دیپ بکنن، چون اصلا جای مناسبی نیست که اصلا بایلی دیپ بکنن. بیشترشون حتی صندلی خونه هاشون هم فروختن، اما هنوز کافی نبود و یه ذره باید مواظب باشیم با این چیزا. حالا من باز دوباره خودم یه استاپ لیمیت اوردر گذاشتم که اگه کاردانو برسه دوباره به $1 همجوری اوتوماتیکلی بفروشم، دوباره همون زیرش دوباره بگیرم که نرم تو ضرر برای این. بعد خیلی مواظب باشین تو این چند روزه. حالا به کوتاه مدت دیشب یه ایندیکیتر نشون دادم به دوستان که یه فلش داد که امکان داره که فردا یه ریلیف رالی ببینیم. حالا این دلیلش هم همون CME که اگر این ریلیف رالی بیاد، اگر ادامه داره میتونیم بریم بالاتر دیگه تموم بشه این. اما فکر نکنم، چون هیچ جونی نمیبینم و حتی این باونسا که دارن میشن از هر تا هر ارزی کافی نیست. و people are out of money. بعد ببینیم تو این چند روزه از هفته این جدی که داره میاد CME رو پر کنیم. اگه تونستیم خودمون میذاره بکشیم بالاتر، الان شما توی دینجر زون هستیم که این دینجر زون میتونه برسه پایین تر. اگر این ویلا با هم هماهنگ نکنن دیگه it will be kaput for the next 8 years. So we'll see what happens. اما obviously من هنوز اپتیمیست هستم و فکر نکنم ویلا میخوان پای خودشونو بزنن برای این کارا. Anyways, we'll find out in the near future. حالا همین توی یکی دو هفته دیگه میفهمیم دیگه. مرسی برای دوستان در زوم. ما دیگه میرسیم برای کلاب هاوس. Cheers to you guys. Thank you very much.